آخرین امتحانم رو دادم، آخرین امتحانم رو دادم و فقط مونده که پایان‌نامه‌ام رو سابمیت کنم و تمام و تمام 34 روز دیگه مونده تا من از این برنامه فوق لیسانس فارغ التحصیل شم. واقعا یکی از سخت‌ترین کارهایی بود که من در زندگیم انجام دادم. من تو زندگیم کم خودم رو چالش نکردم، ولی این دیگه خدا وکیلی دیگه تاپ ناچ چالش های زندگی بود. انجامش دادم، تموم شد. باورت میشه که 26 ماه تمام. حالا بعدم باید برم امتحان بورد بدم و همه اینا، اونم مثل که یه راه طولانیه، ولی از دست یه دونه راحت شد، یه دونه که چرس کنم فوق لیسانسه. اوه خب چرا اومدم با حرف بزنم؟ ببین خدا وکیلی یعنی نکته دارم برات در حد بالای تیم ملی اینترنشنال جام جهانی طوری میخوام بهت بگم. ببین امروز میخوام راجع به این بگم که چطوری شد که من تصمیم گرفتم برم فوق لیسانس بخونم و بزرگترین درس از این ماجرا چی بود و اینی که سخت‌ترین چیز تو این مسیر، تو این سفر چی بود. اینا میخوام توضیح بدم. اول اینکه چطوری شد این بود که من مدت‌ها بود داشتم کار کوچینگ می‌کردم، به این نتیجه رسیدم که من باید یه جایی روی خودم، رو اطلاعاتی که دارم آردی تو روانشناسی و وقتی که راجبشون صحبت میکنم، آدم ها ناخودآگاه به واسطه این نگاه میکنن که خب این که کوچه، اصلا این اطلاعات چی میگه، همه اینا ناخودآگاه دیگه. حالا هر چقدر من میخوام چیز ندم، اهمیت ندم، من دارم تو اون موقع به خصوص بیشتر کانتم جامعه ایرانی بود و این کار کردم و اصلا پشیمون نیستم. درسته که خیلی از چیزاش آردی خدا وکیلی بلد بودم، یعنی میدونستم کانسپت چیه، دم تونی رابینز گم اینا همه رو به اون یاد داده بود، ولی بالاخره وقتی تو کردنشال داری و یه مدرک آکادمیک داری همه چی متفاوته، برای خودت متفاوته. من خیلی چیزام یاد گرفتم، مثل پروفشنال آکادمیک رایتینگ، او اصلا یه دنیای دیگه از ریسرچ، من ریسرچ یاد گرفتم، خیلی چیز یاد گرفتم، خیلی راضیم. این یک. حالا دو، سخت‌ترین چیزی که تو این راه بود برای من دو تا چیز سخت بود. یک، جنگ و دعوا با ایمپاستر سندرم یا همون سندرم خودویرانگری که زحمت بکشید برید اپیزود خودویرانگری رو نگاه کنید. سندرم خودویرانگری اونجایی بود که من هی ناخودآگاه فکر میکردم ای دل غافل، من مثل اینا خوب نیستم. چندین بار راجبش گفتم، هم کلاسی دانشگاه من یا کسایی بودن که تازه از یک لیسانس یا فوق لیسانس درمده بودن، یعنی کاملا با سیستم اکادمیک آشنا بودن، با بال پایناش آشنا بودن، اصلا مثل من نبودن که یه لیسانس توی من شهید بشتی لیسانس گرفته بودم، اومده بودم کانادا و تو فیلدهای مختلف هزار تا مدرک گرفته بودم ولی دوباره برنگشت بودم دانشگاه. یا گروهی بودن که آدم های سن و سال دارتر بودن، سالها تو سیستم های قضایی، جنایی، عرض به حضور شما، تحصیلی و آکادمیک دانشگاه کار کرده بودن، مثلا معلم بودن، یکی کریمینال افر بود، یکی پلیس بود، یکی تو آرمی بود، تو ارتش بود، ملیتری بود قبلا. بعد تصمیم گرفته بودن که بیان اینو کامل کنن، حالا یا برای بازنشستگیشون یا برای اینی که دلشون می‌خواست تحصیلاتشون کامل کنن. یعنی به هم ترتیب آردی یه لیست فوق لیسانس داشتن. بازم اونا آدمای قوی بودن و وقتی من به شما میگم من دچار سندرم ایمپاستر سندرم شدم، از اینجا شدم دیگه. بابا به هر کی رسیدم مثل خودم تقریبا من تو تمام کلاس یکی یا دو تا دیدم، بقیه همه قشنگ یک دو تا لول آکادمیکی هم از من بالاتر بودن و این خیلی روی اعتماد به نفس و عزت نفس من تاثیر گذاشت، اولا خیلی زیاد. حتی همین امروز تو امتحان امروز هم من قشنگ احساس کردم، همون اول به استادم گفتم، چون نفر اول بودم، صدام گرفته بود، استرس داشتم، سکته میزدم. گفتش چطوری؟ گفتم آقا دروغ چرا تا قبل من دارم میمیرم از ترس استرس. خودش خندید و گفت چرا؟ گفتم که به این دلیل. و اون اول قشنگ هم خیلی حال کردم، اول همون لحظه نگفت ویدیو تو شروع کن، گفت خب پس یه ذره let's talk. چی بود؟ بنزین که داریم تا کجا؟ چرا این بوخ زد؟ آن گفت رو خط یه ذره نه low tire pressure. okay. that's not my problem. مال مشکل همسر جان.
خلاصه خیلی خوشم اومد از این حرکت استاده، چون ما قرار بود که هر کدوممون یه ویدیو از آخرین مثلا یکی از جلساتمون با کار با کلاینتمون نشون بدیم، بعد تو اون ویدیو هر جای استاد خواست پاس کنیم، توضیح بدیم اینترونشن چیه، چرا این واکنش رو دادم، چه تو سوال دیگه میتونم بپرسم. یعنی من بهش میگم سلف اونجوری چاپ چاپ کردن، انگار خودتو میذاری روی صفحه ساتور میگی چا 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 اینجوری. بعد خلاصه خیلی 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 استاد من اول آروم کرد قشنگ، بعد از اینکه من آروم کرد گفت خیلی خوب حالا ببینیم که چیکار می‌کنیم چیه. بعد من گذاشت صحبت کنم. پس اولین چیز سندروم خودویرانگری بود. دومین چیزی که واقعا منو در طول این سال چند وقت یک سال دو سال و آلموست سال خیلی آزار داده با فوق لیسانسم، عذاب وجدان دائم من بوده به خاطر مادر خوب نبودن. یعنی من همش رو خودم کار کردم. واقعا خواهم بتونیم خیلی شبا بوده که رفتم بالا سر پسرم حتی داشته میخوابیده گفتم باید من امروز فرانس کافی باید وقت نگذروندم، من اینجا چرا باشم این رفتار رو کردم، بعد دفعه دیگه چیکار کنم، هی نوشتم 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 و بعد هی برگشتم عقب نگاه کردم دیدم که خب من برای چی دارم درس میخونم. مادر خوب بودن یعنی چی؟ یعنی میدونین این یک بتل، یه جنگ درونی دائمه. و واقعا من نشستم که هر چی ما بیشتر خودآگاهی داشته باشیم، سلف اورنس داشته باشیم، هر چی بیشتر بلد باشیم درد بیشتره، جهل مرکب دردش خیلی کمتره. به هر ترتیب اینم این بود و واقعا بودن با پسرم به من خیلی چیز داید، خیلی چیز داید. نمیدونی چه خوشحالم این درس داره تموم شد، نمیدونی چه بار سنگینی داره رو دوشم بلند شد، واقعا نمیدونی چون من خیلی اذیت شدم و چقدر یاد گرفتم که اینقدر خودم رو شماتت و سرزنش نکنم. مثلا الان همه مادرهایی که درس نمیخونن 24/7 دارن به بچه هاشون میرسن، اگه میخوام مقایسه کنم اونجوری مقایسه کنم دیگه، آخه چرا انقدر خودم اذیت میکنم. ولی در کنارشم من میبینم که الان این روزا مثلا پسرم میگه مامی I'm proud of you، به افتخار میکنم مامی چقدر خوبه که مثلا تو داری درس میخونی، چقدر سخته به من بگو چیکار میکنی. مثلا یه روزایی میاد خونه شاکی عصبانی، من بهش میگم ببین ما باید صبور باشیم، ما باید خیلی صبور باشیم و یادگیری آسون نیست، واقعا نیست. خلاصه این بود، خواستم بهتون بگم که بهت بگم که الان فرش جلسه امتحان تموم شد اومدم بیرون، سریعم پریدم بیرون دارم خواهد برم یه ذره خرید کنم چیزایی که لازم دارم، چند وقت لازم داریم تو خونه، خرید ویژه چند تا آیتم باید برم از کاسکو بخرم. قهوه‌مون تموم شده مدت هاست، یه فروشگاه خاصی ما بذارم بخرم، باورت میشه یک ماه و نیمه نمیرسم برم بخرم. هایی میریم قهوه از اون بر میگیریم از اون بر میگیریم، آخرم باید برم یه گرایندر بگیرم قشن، یه گرایندری که خودمون قهوه رو گرایند کنیم. گرایند کردن سابیدن قهوه است. هیچی دارم با خودم جایزه بدم دیگه، برم یه ذره ببینم چی هست چی نیست. پسرکم یه جورابای خاصی لازم داره که استاد سختش نباشه بکشه بالا، روی پاش یه ذره چابی اون رو به درست بفشونه. دوسته تا فروشگاه برم اون جراب واسش پیدا کنم بخرم. هر روز صبح میگه مامی ببین این جراب رو پس بدی. میگه مادر جان جرابی که پوشیدی که پس نمیده. میگه آخه پس بده یکی دیگه که احتیاج داره که من این جراب رو دیگه نپوشم. ولی قربونش برم حاضر هر کاری بکنه. خب سلام دارم میرم این خرید رو بکنم و یه ذره خرید پرید کنم و یه ذره روحمو جلا ببخشم. و چون پایان‌نامه رو تقریبا تموم کردم پروژه‌شو، پروژه‌ای که امشب هم باید سابمیت کنیم، فقط الان برم خونه و سابمیت کنم و یه جورنال مونده که بنویسیم بدیم به استادی که اون دیگه کار نداره، یه نصف روز بذارم بنویسم تمام با هیچ چیزی یه کار ندارم. به جان خودم دروغ چرا تا قبل دوستت دارم هزار تا، فقط اومدم رفلکت کنم بگم من احساساتم چیه و من چی فکر میکنم و چی تا حالا بر من اومده و چی جذاب بوده، چی یاد گرفتم، چی بیشتر تمرین خواهم کرد. و ما نباید گیواب کنیم، یعنی واقعا اینم خواستم بگم بچه ها، من واقعا شبهایی رو یادمه که نشستم دیگه رسما خواستم بشنم زار بزنم از شرایطی خودم رو توش گیر انداختم. از خودم هم عصبانی بودم که این چه غلطی بود کردم،
حرفم نمیتونستم خیلی بزنم و اینکه خودم انتخاب کرده بودم، خلاص خیلی شرط سخت خیلی و واقعا خودم افتخار میکنم که پس همش برمدم و تموم شد. خداوند را هزاران بار شکر. خلاصه یس دوستتون دارم، مچ به لپاتون، موضوع خودتون باشین، مهربون باشین با خودتون، تا زود.